داستان فیل مولانا رو نمیدونم شنیدید یا نه یه روزی یه فیلی رو میبرن توی یه اتاق تاریک کسایی که فیل تا حالا در زندگیشون ندیدن میرن توی اون اتاق و در تاریکی هر کدوم به یه جایی دست میزنن اونی که به پا دست میزنه میگه که فیل یک ستون بلند سفته اونی که به خورتون دست میزنه میگه یک ناودون دراز و نرمه اونی که به گوش دست میزنه میگه فیل یک باد بزنه هیچ کدوم از اینا غلط نمیگن اینا فقط مشکلشون اینه که یک بخشی از واقعیت رو می‌بینن نه همه واقعیت و بدتر از اون فکر می‌کنن اون کوچیکه که دیدن اون کوچیکه که فقط با یه حس فقط با یه حس درک کردن کل ماجرای میرن برای بقیه‌ام تعریف می‌کنن این بسیار مهمه که ما در این خطا نیفتیم ما به قیمت عمرمون به قیمت همراه بودن با یک گونه خاص و شانسی که آوردیم یک سری تجربیات کردیم که به ما کمک کرده دست خالی واقعا این حیوان رو بشناسیم من میخوام چند تا از این چیزها رو با شما به امروز به اشتراک بذارم شاید به شما هم توی کاراتون کمک بکنه مقیاس مهمه مقیاس مهمه از چه زومی دارید به مسئلهتون نگاه میکنید وقتی شما از دور نگاه میکنید هرچی دورتر به مسئله نگاه بکنید نگاه وسیع تری دارید هرچی نزدیکتر برید نگاه جزئی بینتری دارید هر کدوم از اینا به شما یک داده میده هیچ کدوم جای اون یکی رو نمیگیره باید حواسمون باشه این تصویر رو ببینید از این بالای کوه اینجایی که ما نشستیم شما نمیتونید احتمالا مشکل خاصی رو تشخیص بدید احتمالا فقط میگید شاید چقدر خوشت شاید هم بگید چه منظره قشنگی نشسته بودی داده زیادی برای یه سری مشکلات به شما نمیده ولی وقتی مثلا بری نزدیکتر یه جاهایی دقیقا اونجایی که فلش زدم بری جلو زوم بکنی و مقیاس رو عوض بکنی میرسی به یک آبشخوری که برای حیوانات وحشی اونجا ایجاد شده اون روزی که ما رفته بودیم دوربین کنار آبشخورمون رو چک بکنیم شاید من 5 تا جوجه کپک از آب کشیدم بیرون که خفه شده بودن مرده بودن این یک مشکله که از اون بالا از اون تصویر بزرگ نمیبینیمش اوکی باید زوم بکنیم بعد مقیاسمون عوض بکنیم و یک داده دیگه در در داده درست بتونیم مشکل رو تشخیص بدیم همین باعث شد که ما بعدا آبشخورا رو یه طرح جدیدی بدیم دو سال روش کار کردیم و الان واقعا اصلا یک اتفاق عجیب غریبی افتاده تلفات جوجه ها رو به صفر رسوندیم و چیزهای جدیدی هم حیوانات جدیدی هم اومدن سراغ مشکلات پیچیده تر از اون چیزی هستن که ما فکر میکنیم فکر نکنید که مشکلات سادن و فکر نکنید که راه هم سادن راه اتفاقا پیچیده تر از مشکلاتی هستن که ما باشون با طرفیم یک زمانی میگفتن که سگ بزرگترین مسئله یوزه هنوز هم هستا این داده اشتباه نیست فیل شبیه یک ستون بلند سفت هست ولی همه ماجرایی نیست وقتی میگید سگ خیلی جدیه راه حل چیه حذف سگ را... وقتی کنار دامه پس حذف دام این کار رو سازمان محیط زیست می‌خواست بکنه ما هم می‌خواستیم بکنیم و ما کردیم سازمان محیط زیست هم کرد در بخش‌های بسیار زیادی در حدود 100 هزار هکتار از وسط زیستگاه یوزپلنگ رو خالی از دام کردیم اتفاق بسیار خوبی بود پوشش گیاهی بعد از رفتن دام شروع کرد به احیا کردن اما ما راه حل را ساده دیده بودیم ما راه حل رو را فقط با حذف دیده بودیم وقتی ما یک زینف محلی که دامدار بود از منطقه حذف کردیم و هیچ اهرام فشاری و هیچ قانون محکمی برای اینکه جلوی یک بهره بردار جایگزین رو بگیریم که شاید خطرناکتر باشه از مسئله اصلیمون اون رو حذف کردیم شوتوردارا اومدن تو منطقه شطور داره کیه پسرخاله اونیه که دام داره تا حالا دام داره میگفت نری تو مرتبه منا، اون مرتبه مال منه گوسفندام میبرم حالا پسرخاله نمیگه نبر اونجا پسرخاله اونجا نیست دولت اینجاست دیگه دولت هم زور نداره شطور داره میاد و مسئله چیه مسئله این مسئله بدتر شده در یک سری جاها چرا چون هیچکس شطور رو به عنوان مشکلی برای یوز و رسمیت نمیشناسه حالا دوره بعد 10 سال کار کنیم بگیم آقا این مشکله البته که تو این عکس معلومه که خف شطور رو نمیخورن ولی مسئله اینه که اینجا در پای این جلوی این شتر که ببینید انقدر آبه آب توب کویر تلاست و تمام این آب رو دارن با هم شیر میشن و تا صبح شطورها اینجا و طوله ها هم نشستن شما تصاویر قبل و بعد رو داریم پیشینه را به رسمیت بشناسید خیلی مهمه شما اولین نفری نیستید که با یک مشکل مواجه میشید و اولین کسی نیستید که راه حل به ذهنش رسیده قبل از شما هم به ذهنشون رسیده و یه کارایی کردن برید بپرسید چی کار کردن و نتیجهش چی بوده خوب بوده چرا خوب بوده بد بوده چرا بد بوده اینا مسئله مهمیه ما یه زیستگاه کبیری داریم که یوسفلاین در زندگی می‌کنه در استان خراسان شمالی پناهگاه حیات وحش میان داشت که فقط یک منبع آب طبیعی یعنی چشمه داره بقیه منابع آبیش داره با تانکر آبش تامین میشه در وسط کبیر پس مسئله آب مسئله جدی حالا ما میتونیم هی بریم اسپانسر بگیریم هی تانکر آب ببریم هی اسپانسر بگیریم تانکر آب ببریم ولی رفتیم محیط پناه پرسیدیم اگر بشه یه کاری برای آب کرد پیشنهادتون چیه دانش محلی و دانش بومی بسیار مهمه یکی از محیطمانا گفت که بعضی از دامدارا میان یک خاکریزای کوچیکی تو دشت درست میکنن و با اون خاکریزها آب سیلاب ها رو جمع میکنن و این روش جواب داده هم آب جمع میشه هم پوشش گیاهی یواش یواش پشت بندها تشکیل میشه هم آب شیرین حاصل از سیلاب ها نمیره پایین دست که بخواد شور بشه در کالشور که پایینتره. ما بندا رو ساختیم در مقیاس بزرگ هم ساختیم یعنی لودر آوردیم و ساختیم این اکس تو خورداد گرفته شده در وسط اون منطقه کبیری ما بندهایی داریم که تا مرداد آب نگه داشتن و یواش یواش پشتشون شروع شدن به سبز شدن و جالب تر این که ای ما ما 100 درصد در موفقیت داشتیم در این 100 در. صد درصد موفقیت آب و پوشش گیاهی هر چی میخواستیم داشتیم ولی اتفاق جالب افتاد بعد از اعتماد به دانش بومی که تصورش هم نمیکردیم. در زیستگاه کویری پرندگان مهاجر در مسیر مهاجرتشون اومدن و تو این آبگیرها استراحت کردن پرندگان آبزی رو ما در وسط کویر دیدیم و این تصویر بود که ما هیچ وقت رویاش هم نداشتیم که یه روزی بتونیم این پرندگان آبزی رو در کویر ببینیم ابعاد مختلف مهمن یک مسئله رو از یک بود نبینید اگه من فقط یه عکس بهتون نشون دادم اگه فقط پیروز رو دارید میبینید همه داستان نیست اگه یه بار رفتید یه جا بر اساس اون نمیتونید تصمیم بگیرید یه چیزو دیدید نمیتونید تصمیم بگیرید این عکسو نگاه کنید دو تا طولای هلیان قبل از اینکه یکی از اینا تصادف کنه آخرین عکس از اون طوله یکی تصادف کرد همه چیز عادیه یک آبش خوره اونجا طولا دارن آب میخورن بازی هم داره میکنه بازی هم میکنه به نظر میرسه هیچ مشکل وجود نداره با این عکس یعنی آب موجود نگرانی نداره این ویدیو رو لطف میکنیم پخش کنید.

آها اه افتاد <applause> وقتی شطور تو آب میفته و میمیره و همین جا گردنش رو کفتار بریده بود نصفش رو برده بود دیگه ببینید چه خطرهایی ممکنه یوسا رو... بله بچه گربه تو این آب نمیتونه قرخ ها ولی این یک هینت برای من که چه مشکلاتی ممکنه باشه که من به راحتی نمیبینم در زیستگاه پس ابعاد مختلف اگه با اون یه عکس تصمیم میگه, میگه آب هست یوزم خورده دیگه کاری نداریم ولی هی شطور داره تو این آب میمیره و آب البته مسموم و به شدت عفونی بود اون موقعی که ما بودیم چون شطور چند روزی بود که اونجا بود شاه کلید رویاست شاه کلید نداریم اگه یه کلیدی دارید که خیلی خوب کار میکنه اگه یه کلیدی دارید که داره برای چند تا قفل عمل میکنه الزامن برای همه قفل‌ها ها قرار نیست عمل بکنه هیچ شاه کلیدی نداریم ما یک ابزاری داریم بهش میگیم دوربین تله دوربینیه که خودکار میذاریم تو منطقه حیوان رد میشه فعال میشه عکس فیلم میگیره و بر اساس اون ما بدن یوزها رو از هم تفکیک می‌کنیم شناسنامه براشون تعریف می‌کنیم اسپوزاری می‌کنیم رصد می‌کنیم کجا میرن میان تقریبا همه اطلاعاتی که ما از یوز آسیایی داریم وابسته به همین دوربین است دوربینی دوربین که به سختی وارد ایران می‌کنه و بهترین ابزارمونن هم خیلی هم به ما اطلاعات میدن و ما بر اساس اینا خیلی اطلاعاتی داریم که ببخشید خیلی دگماش خب ما بیش از هفتاد تا نقطه رو دوربین گذاشتیم در یکی از ذخیرگاه که یوزپلنگ زندگی شهرستان شاهرود، ذخیرگاه زیسکره توران و مناطق بیرونی که یوز گرفتیم رو به هم وصل کردیم که ببینیم کدوم محدوده ها رو دارن اشغال میکنن در زیستگاه یوسا و این نقشه به دست اومده این نقشه نتیجه بیش از هفتاد نقطه دوربین گذاری دو سال کار کلی بنزین سوزوندن هر ماه از تهران رفتن و چک کردن دوربین های و یه چیزی حدود یک میلیارد پول خرج کردنه که این نقشه به دست اومده که چرا که از ابزاری که ردیاب های ماهواره و ما اجازه استفادهش رو در ایران نداریم نمیتونیم استفاده کنیم مجبوریم اون شاه کلیده رو به دست بیاریم اختراع بکنیم با دوربین‌های های بیایم جابجایی یوسپلنگ ها رو رصد بکنیم در حالی که در همون بازه زمانی در آفریقا ردی های ماهواری میذارن روی یوز‌هاشون و ببینید با چه جزئیاتی و در تمام شبانه روز میفهمن که یوز ها کجا میرن اینجوری نیست که یه یوز نره یه یوز ماده یوز مثلا طول داره همه اینا یوزهای نرن و میبینید چقدر تفاوت داره اصلا من همچین برداشتی نمیتونم از یوز هم داشته باشم چون ابزار ندارم پس شاهکلید کلید نداریم هر کاری میخوایم بکنیم ابزار رو براش پیدا میکنیم استمرار رو دست کم نگیرید ادامه دادن مهمه پایداری مهمه یه داده هایی و یک سوالاتی در بلند مدت هن که به دست ما میرسن یعنی شما وقتی در کوتاه مدت یه کاری انجام میدی اصلا یک سوال هایی برات پیش نمیاد اصلا یک داده هایی به دستت نمیرسه که بخوای تحلیلش کنی و اینا در بلند مدت هم که معنا پیدا میکنن مثلا این عکس رو ببینید این عکس شاید خیلی عکس معمولیه شاید حتی یه بده مثلا مادر نسبتاً اصلا معلوم نیست چون دوربین خودکار دوربین دیر عمل کرده این شات رو گرفته فوقش میتونیم بگین که چه طول یوزای بامزه ولی این عکس یکی از بزرگترین لحظات تاریخ حیات وحش ایرانه چون برای اولین بار در تاریخ حفاظت ما تونستیم مادری به اسم خورشید رو ثبت بکنیم که برای سومین بار طوله به دنیا بیاره هیچ وقت این اتفاق نیفتاده بود و قبل از اون تنها رکورد دو ما بود و بعدش ما مادرها را از دست میدادیم مادرها در تصادف مادرها توسط چوپان کشته میشدن و این ثبت یکی از بزرگترین لحظات زندگی ماست که موفق شدیم به این نقطه برسیم هم یعنی من استمرار کافی داشتم در بازه طولانی تونستم کار پژوهشیمو ادامه بدم و هم حفاظت انقدر خوب پیشرفته، من صد سالم پایش بکنم حفاظت خوب پیش نره که یه مادر بتونه سومی زایمانش رو ثبت بکنه ارزش نداره و این داده رو به ما میده که ما تونستیم به زایمان سوم برسیم چون حفاظتمون هم بهتر بوده اگر 5 سال لوری میذاشتم و ول میکردم هیچ وقت به این داده نمیرسیدم خیلی مهمه خیلی مهمه که بدونیم که همه چیز رو نمیدونیم اگر رفتی تو اتاق تاریک به فیل دست زدی شبیه یه چیز دراز نرم بود شبیه ناودون بود نرو برای همه بگو من فیل رو میشناسم نرو بر اساسش تصمیم بگیر این مسئله ایه که ما با سازمان محیط زیست داریم کل هم اساسا با دولت داریم بر اساس داده کم بر اساس چیزی که یه بار یک مدیر یک مسئولی رفته یه جای دیده میرن طرح میدن میلیاردها تومن خرج میکنن مثل همین سخنرانی قبلی که یک ساله میخواستن همه مشکلات مملکت رو در خصوص کودکان کار حل بکنن میخوان که مسئله رو حل بکنن اخیرا یه چیزی منتشر شد از سازمان محیط زیست خیلی طولانی بود خیلی طولانی بود و اومده و طرح نجات داده بودن برای یوز و گفته اگه این کارو نکنیم تا 5 سال دیگه یوز ایرانی به کل منقرض میشه از نظر من که کف زمین دارم کار میکنم و تیمم شطور الان یک مسئله بسیار جدیه برای یوز و در تمام این گزارش حتی یک بار هم اسم شطور نیومده چون اون آقایی که رفته اونجا بازدید کرده شطور ندیده اون روز فقط همین و تمام بود جه داره میره سمتی که اساسا درست نیست بر اساس ندانسته همونه. وقتی شناخت ترسناک میشه ممکنه میگیم که شناخت ترسناک نمیشه هرچی شناختمون بیشتر بشه خب قاعدتا بیشتر میدونیم آگاه تریم و بهتر میشه ولی مسئله اینه که شناخت کم ترسناکه اگر آگاه باشی به نادانسته ما کمتر از صد ساله یعنی هنوز صد سال نشده که شیر ایرانی و ببر مازندران رو از دست دادیم و الان مواجهیم با نادرترین گربسان جهان در ایران و اونم در لبه انقراض ایستاده حتی اون مدیر سازمانی که خیلی هم آگاه نیست میگه تا پنج سال دیگه من بیشتر شاید نتونم حفظش بکنم در این شرایط شما هر داده جدیدی که کسب می‌کنی، هر چیز بیشتری که یاد میگیری هر اتفاق جدیدی که حتی با ابزارهای نادرست و ناکافی به دست میاری به سختی به دست میاری ترسناکه میبینی یه ها یوزه رفته یه جایی که رو نمیکردی میبینی یوزه داره همش نزدیک جاده میشه میبینی یوزه داره براش حالا دوگمه کار نمیکرد دستم خورد رفت ببینی یوزه داره جاهایی میره که اصلا فکرشو نمیکردی و بعد یهو مواجه میشی با این واقعیت که در نصف این زیستگاه که 6 میلیون هکتاره برای اینکه بدونید چقدر تهران هفتاد هزار هکتاره 6 میلیون هکتاره و سی تا دونه در خوشبینانه ترین حالت حد اکثر سی تا دونه یوز توش داره حرکت میکنه اون موقع است که از هر اتفاق میترسی از هر داده میترسی چون همزمان داری یاد میگیری و همزمان باید عمل بکنی یه چیزی میفهمی باید عمل بکنی بله ما یه زمانی گوسفندا رو ریختیم بیرون دام رو ریختیم بیرون چون فکر میکردیم درسته شطور سرمون اومد ولی چاره دیگه ای مگه داشتیم ما هیچ چاره دیگه ای نداشتیم یوز داشت در لبه انقراض قدم میزد و با سرعت یوز داره به سمت انقراض میره ما داریم دنبال یوسپلنگ با سرعت هرچه تمام با تمام توان میدویم که بتونیم از انقراض این حیوان جلوگیری بکنیم اگر یوسپلنگ داره در تاریکی محض میدوه ما چاره ای نداریم جز دویدن اگه مملکت تحریمه ما چاره ای نداریم جز دویدن اگه پاندمی میاد کل دنیا رو به هم میریزه ما چاره ای نداریم جز دویدن هر اتفاقی که بیفته ما دنبال این حیوان بعد بدویم چون این حیوان داره برای بقا می جنگه. این حیوان اگه وایسه یک عاقبت هولناک در انتظارشه من چطور میتونم در تاریکی بشینم بگم من جز چرا قوه چیزی ندارم کنار جاده و امکانات در اختیارم نیست وقتی این حیوان اینجوری داره به سمت انقراض میدوه توی تاریکی وقتی میدوی زمین میخوری پرت میشی پایین به دیوار میخوری زخم میخوری تنهایی نمیدونی چی در انتظارته ولی واقعا چاره ای جز دویدن در, در تاریکی برای یوز پلنگ ایرانی بر ما باقی نموده چی ما رو نگه میداره وقتی دستمون بسته است وقتی چشممون بسته است اطلاعات نداریم چی ما رو تو این مسیر نگه می‌داره؟ فقط یه چیز اینکه امیدواریم امیدواریم که بعد از این تاریکی طوله هایی ببینیم و یوزهایی ببینیم شبیه به خورشید که سرنوشت یوز رو میتونن تغییر بدن و قطعا پشت این تاریکی یک پشت این تاریکی یک روشناییه که اگر امید نداشته باشیم هیچ وقت هیچ وقت بهش نمیرسیم اگر سب کنیم متوقف بشیم هیچ وقت به این لحظه نمیرسیم و همچین چیز زیبایی رو ثبت نخواهیم کرد در ادامه داستان فیل مولانا تو مصنوی یه بیت قشنگ میاره در کف هر کس اگر شمی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی هر کدوم از ما شاید مثلا یکی میگه که آقا این همه مشکل تو مملکت چرا داری ریوز کار میکنی چرا رفتی دنبال یه گربه وسط بیابون میدوی هر کدوم از ما اگر امیدمون رو حفظ بکنیم اگر یک چراغی روشن بکنیم اگر بخشی از این مملکت رو حفظ بکنیم در هر جایگاهی که هستیم هر کدوممون یک شمع بشیم عاقبت این مملکت روشن میشه اگر متوقف بشیم کارمون دامن.